داستان قهرمانی محمد فلاح، پرستار مهربان شهر آمل. روز 30 شهریور 1401 که محمد فلاح در یکی از خیابان‌های آمل سر بر آستان آزادی نهاد، خونین ترین روز قیام سراسری بود. روزی که بیش از 55 تن از جوانان دلیر این آب و خاک با گلوله‌های مزدوران خامنه‌ای در شهرهای مختلف جان باختند. آن شب آمل هم سراپا فریاد و آتش بود. مردم آمل هرگز دلیری‌های جوان‌های بی‌باک و جسوری همچون غزاله چلابی و عرفان رضایی را از یاد نخواهند برد. غزاله جوان که در لحظه فراخواندن دیگران به ایستادگی با گلوله‌ای که بر سرش شلیک شد به خون نشست و عرفان شجاع که بنر بزرگ حکومتی را از بالای سردر فرمانداری به زیر کشید و لحظاتی بعد با گلوله‌ای که بر سینه ستبرش شلیک کردند جان داد. در یکی از همان صحنه‌های پرشکوه بود که پرستار مهربان و زحمتکش آمل محمد فلاح در میان آن جمعیت خروشان در طلب آزادی فریادش با گلوله مزدوری خاموش شد. او پدری 33 ساله، دارای پسر کوچک 6 ساله و فرزندی که هنوز به دنیا نیامده بود. محمد در بیمارستان خمینی آمل پرستار بود. آن شب که کار رسیدگی به بیماران را تمام کرد، در مسیر رفتن به خانه به راه افتاد. در خیابان با موج عظیمی از جمعیت مواجه شد. جمعیتی که فریادهایشان با صفیر گلوله‌هایی که به سمت آنها شلیک می‌شد در هم آمیخته بود. تعداد زیادی از جوانان گلوله خورده و زخمی شده بودند. محمد بلافاصله به کمک مجروحان رفت. در حالی که مشغول رسیدگی و نجات جان جوانی مجروح بود، آدمکشان خامنه‌ای مستقیم او را نشانه رفتند. محمد در کنار آن جوان زخمی به خاک افتاد و خون سرخ آن دو در هم آمیخت. اما رذالت حکومت آدمکشان به کشتن این پرستار شریف و مبارز ختم نشد. حکومت در اقدامی رذیلانه محمد را به عنوان بسیجی اعلام کرد. آنها برای ردگم کنی محمد را به عنوان بسیجی در آرامستان زادگاهش به خاک سپردند و در رسانه‌های زنجیره‌ای او را بسیجی معرفی کردند. اما خون به ناحق ریخته این پرستار مبارز از جوشش نیفتاد و خیلی زود مردم فهمیدند که او یکی از شهیدان قیام است. محمد فلاح شهیدی بود که با خونش مشعل آزادی را روشن کرد و نامش همیشه در دل مردم آمل و ایران زنده خواهد ماند. او شهیدی بود که فرزند به دنیا نیامده اش را ندید و از میان ما پرکشید. اما روحش همچنان در میان ماست و ما را به مبارزه با ظلم و ستم دعوت می کند.